اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران بزرگوار، خواهران گرامی. دیشب عرض کردیم که عزاداری ابا عبدالله علاوه بر این که احساسات رو تحریک می‌کرد، آرام آرام نظام ارزش‌های ما رو هم تغییر می‌داد و از طریق اون بر روی عقلانیت ما تأثیر می‌گذارد. یعنی شما وقتی توی عزاداری شرکت می‌کنید، به واسطه نرم شدن دلتون، به واسطه اینکه از قساوت قلبمون کم میشه، ما هممون یک درجه از قساوت قلب رو داریم، ما به شما بگم، ولو رؤوف‌ترین ماها. شما فکر کردید وقتی امیرالمومنین میفرماد بالای منبر اگه مردی از شنیدن این خبر بمیره که توی استان الانبار خلخال پای پیرزن یهودی کندن، یعنی انقدر این مصیبت بزرگه، اگه یه نفر بمیره مرگ بر او رواست، میگن خب آدم معمولی بود، مرد دیگه، پس چرا ما این همه خبر بد میشیم چیزمون نمیشه؟ ما قسی القلب شدیم. به واسطه این رقیق شدن احساسات درک جدیدی پیدا میکنی، نظام ارزش‌های تو تغییر میکنه و ارزش‌های جدید جایگزین میشه، شجاعت برات محبوب میشه. چرا؟ چون تو از حضرت عباس خوشت اومده، کارهایی هم که حضرت عباس کرده برات خوشاینده، عنایت دارید، از ایثار خوشت اومده، از مواسات خوشت اومده، کیف میکنی اینا رو میشنم، چون فطرتت هم با اینا آشناست. اینه یه آتیشی که دارن الان میدمن، اون زغال زیرش داره قرمز میشه دوباره. بعد این برای شما عقلانیت ساز میشه، یعنی عقلانیت رو همین کار رو عقلانی میدونی، کار درستی هم میدونی. و عرض کردیم که عزای ابا عبدالله یک بستری رو فراهم کرد که هم ما اولا برمیگشیم به تنظیمات کارخونه، طهارتا لانفسنا، پاک می‌شدیم از تمام ویروس‌ها. شما وقتی گوشید خیلی ویروس می‌گیره، می‌زنید تنظیمات کارخونه، فلشش می‌کنی اصلا گوشیو. برمیگرده این روز اول که کارخونه گرفتی. کفاره لذنوبنا، یک فضای فراهم می‌کرد در مورد مشارکت در بلای ولی معصوم گفتیم و چطور این یک اجر عظیمی به وجود میاره که گناهان ما ولو سخت‌ترین قلب‌ها هم نرم میشه. میشینه. و عرض کردیم این قساوت اگر خدای نکرده باقی باشه، اگر اراده الهی بر این قرار بگیره، بگه قصد قلوبهم فبما نقضهم میثاقهم جعلناهم قلوبهم قاسیه، اگر این شکل بگیره، همینجا آدمایی که همینجا نشستیدم دیگه تیکه تیکه میکنید. یه کنی به یک ماه، یه ماه نهایتا میگه دو ماه سه ماه، یک اتفاقاتی در سوریه افتاد، از این بچه دفتر خود ما که تو کار بخش ترجمه کمک ما میکرد، اهل نوبل از زهرا بود، شیعیان 1% سوریه، 1% جمعیت سوریه شیعه است، بخش قابل توجهشون همون نوبل از زهرا. میگه ما عمر جاده سنی بودن، این طرف ما شیعه. میگه با هم دختر میدن، اصلا دختر میگرفتیم، عادی عادی سلام علیک بگو بخن، اصلا کسی جرئت نداشت توی حکومت سوریه دم از مسئله مذهبی بزنه. من خودم یه بار قبل از جنگ رفته بودم سوریه، از این راننده خیلی هم هوای ما رو داشت، گفت اینجا چون سوقاتی اونجا روغن زیتون زیاد می‌خریدن، گفت روغن زیتون نخرید، چون شما می‌خواید هوایی برگردی تو هواپیما نمیذارن بمونه، این پلیسا همه رو برمی‌دارن، پلیسا فرودگاهشون رو گفت. با اینکه سوریه‌ای بود هوای ما رو داشت، من دیدم چه آدم منصفیه، برگشتم گفتم که شما سنی یا شیعه ای؟ اینقدر اهل سنت هم بودا، اینقدر ناراحت شد از این سوال من که نگو، مثلا پشیمون شد، گفت چه فرقی داره، چه اهمیتی داره این سوال. یک سال بعد اون مملکت ریخ به هم. حالا چی شدن؟ شیعه ها شدن سوژه بهش رفتن همون قبلی رفیقاشون. باید اینا سر ببریم برمش. ببین قصد قلوبم، یعنی اگر اراده الهی برداشت بشه، خدای نکره تو همین مملکت، این که گفته شد اگه مردم ما از این عهدی که با خدا بستن برگردن، از عهد انقلاب برگردن، سیلی محکمی خواهن خورد، همینه دیگه، از عهد قدیر برگشتن چی شد؟ یه جوری میشه همین مردم هم دیگه تیکه پاره کنن، به هم رحم نکنن. این ریگی ملعون برادرش زن شیعه بود،
فیلمش تو اینترنت هست. به یک شب از اون زن دو تا بچه داشت. فیلمی که اینو آوردن پیش مادر خانومش گذاشتن تو اینترنت. اینا رو با هم روبرو کردن. مادر زنه اشک میریزه، اومده جلو عکس بچه‌های خود اینو بهش نشون میده، عبدالحمیدش اینو بهش نشون میده، عبدالحمید رگیو. میگه بابا این بچه‌های خودت بودن، دختر من به کنار. یه شب جفت بچه‌شو زنشو سر برد. خدا میفهمه که بابا حالیتون نیست، من دارم به شما لطف میکنم. اگر تو این جامعه آرام آرام شما خودتون به خودتون رحم نکنید، منم برمیدارم اون عنایتمو. اون خوی حیوانی شما وقتی شما خدا رو پس بزنی یعنی انسانیت رو نمیخوای، ولی معصوم رو پس بزنی، امام پس بزنی یعنی انسانیت نمیخوای. اینو وقت من بردارم، خودتون خودتون رو تیکه تیکه میکنید. حالا خودتون فلزم توی اصلا عاشورا آمده که مردم به هم رحم کنن. عاشورا آمده برای تألیف قلوب، عاشورا آمده برای اینکه دعوا رو بذاری کنار، عاشورا برای اینکه یه سری آدمایی که قهر کردن با هم آشتی کنن، عاشورا برای اینی که یه سری از آدمای یه سری افراد دیگر ببخشن. عاشورا آمده برای تذکر دادن، میگه تذکر بدی تو جامعه. عاشورا آمده امر معروف نهی از منکر زنده بکنه. عاشورا آمده مردم دغدغه داشته باشن نسبت به جامعه، نسبت به همکیش خودشون، هموطن خودشون، نسبت به یک سری مبانی مشترک با هم همدغدغه بشن. بگه بابا دین نداری؟ عیبی نداره، آزاد مرد که هستی. بیاید حول انسانیت، حول آزاد مردی با هم عهد ببندیم. پیامبر قبل از اسلام هنوز خودشون به پیامبری نرسیدن. در بین کیا دارن زندگی میکنن؟ یه مش کافر و مشرک، یک جمعیت قلیلی از مردم مکه حنیفن، یعنی به دین حضرت ابراهیمن که عمدتاً هم همون خاندان پیغمبرن، بقیه کافر و مشرک. پیامبر اسلام با اینها پیمان حلف الفضول بسته. خود حلف یعنی پیمان، مولا حشف نشه. با کافر و مشرک رفته پیمان جوانمردی بسته، میگه کافرید مشرکید عیبی نداره، بیاید با هم عهد ببندیم. این کسایی که مسافرت میان اینجا مکه برای چی میان؟ برای بت پرستی. آره دیگه، تشنه نمونن، گشنه نمونن. عجب. عاشورا ببین یه فضای فراهم میکنه که اگر تو اصلا گفتم برای فهم پیام امام حسین لازم نیست شما مثلا مسلمانشی باشی، آدم باشی کافی. میفهمی امام حسین مهاتما گاندی هندو هم باشی کافیه. اما امشب میخوام یه بحث دیگه رو مطرح کنم. اون صحبت از اثر عزاداری بود چه چند طیف بود، این نفع صحبت از نوع خود عزاداره که یه سرفصل جدیدی باز میشه. این صحبت های امشب اگه بعید میدونم بتونم تمامش بکنم، به فردا شب هم میکشه. یک سری مباحثی که 40 سال تا حالا تو مملکتم حل نشده رو حل میکنم. دقت بفرمایید. شاید اون مبانی اختلاف فراوانی که سر کتاب شهید جاوید شد همین جلسات حل کنه. فقط به شرطی که خوب دقت بفرمایید. منم تا جایی که میتونم سعی میکنم یک طوری صحبت کنم برای همه قابل استفاده باشه. طیف عزادار چند دستن؟ اینو قبلا یه خورده صحبت کردم، امروز یه جهت دیگه میخوام بهش بگم. اول این که محبه، یعنی امام حسین چیه؟ دوست داره. میگه امام حسین رو دوست دارم، دوستش دارم، میام تو عزاداریش. هیچ تغییری هم تو زندگیش نمیخواد بده. این یک برداشتی از سفره امام حسین داره. خیلی عظیمه همین محبت امام حسین داشتن، اما هنر نیست الزاما جسارتا. چون اگه تو امام حسین دوست نداشته باشی یه مرضی داری، یه ککی به تومونت هست. وگرنه چرا نباید امام حسین رو دوست داشته باشی؟ مگه جز خوبی چی از او دیدی؟ حبب الیکم الایمان، شما تو دلاتون نگاه کنید همتون ایمان رو دوست دارین. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، همتون از کفر و فسق و فجور بدتون میاد. دزدم یه چیزی میدزده میسپره به یه آدم امین میره یه جای دیگه. دوست داری تعدلتون، برای چه از امام حسین باید بدتون بیاد؟ الا اینکه مریض باشید، الا اینکه لقمتون مشکل داشته باشه یا نطفتون مشکل داشته باشه. پس یک خوب، دو این خوب یه خورده شما رو میکشه جلوتر. فقط محبت نیست، درگیر داستان کربلا میشی، ولو بخش احساسیش. حتی همین اشک از چشات جاری میکن، اینم خیلی ارزشمند.
این گناه ها را میبخشین. اشک و روات این مفصل صحبت شده و شنیدید. گفتیم مثل اون شیر آتش نشانیه که یک لحظه‌ش هم بگیری پاک کننده است. اما جسارتا میخوام به شما بگم عمر صدم و محسن دوست داشت. اون موقع هم که داشتن سر میبریدن روشو برگردون گریه هم کرد. یخ پناه بر خود من گریه کنم امام حسین رو با عمر صد قیاس نمی کنم، اشتباه نکنید. میخوام بگم که یه چیزی بالاتر منو تو باید بگیری، اینه که مرحله بعد عزادار یه خورده میاد جلوتر، میگه من یا عزادار عادی نیستم بیام توی مجلس بشینم باشم برم، میگه من میخوام در برپای این خیمه سهیم باشم، ولو چی؟ با 1000 تومن کمک کردن به اون هیئت. 1000 تومن کمک میکنم. آقا این همه آدم دارن میرن اربعین، امسال چقدر هزینه ها بیشتر شده به خاطر اینکه نرخ ارز اینجا رفته بالا، درست شد؟ قیمت ارز هزینه ها خیلی زیادتر شده. ما خود مؤسسه خودمون امسال میخوایم موکب اختصاصی بزنیم، یه برآورد ساده کردیم دیدیم زیر 500 تومن نمیتونیم جمع کنیم، درست شد؟ بعد تازه باید ببین حالا بابت 500 تومن میتونیم کار فرهنگی درست و مناسب رو خب از کجا بودجه حکومتی دولتی نمیگیری، عراقی که نمیخوای بری پول بگیری، بعد مردم کمک کنن دیگه. خب مردم باید بیان پاکار. برای چی؟ برای اقامه عزا. این کسی که میاد حالا این آدم اصلا پولم نمیخواد، به چیکار میکنه؟ میاد جلوی دم در وای میسی آشغال وایساده برمیداره میگه هیئت امام حسینه. ببین این دیگه مشارکت کننده شده. خونه خودشون اون افتاده باشه بر نمیداره، اینجا برمیداره. یه خورده میاد جلوتر شریکتر میشه، یهو میای میبینی شده میاندار هیئت، مداح شده، کف جوف میکنه، چای میریزه، توی این برپای عزا، اقامه عزا داره علمداری میکنه. تا اینجا هم یه عده میان که عمده تا همینجا میان، بعدش دیگه نمیتونن بیان. بعدش چیه؟ عشق داره میریزه، یه فضای فراهم میکنه که مردم هم بیان عشق بریزن و عزاداری کنن، اما یه جا دیگه این قانعش نمیکنه، میگه خب که چی؟ اون یزید معلون 1400 سال پیش به درک واسطه شده، خدا هم بر لعنتش زیاد کنه، لعنه بر او هم واقعا موضوعیت داره. خب اما حالا من این طرف خود چیکار کنم؟ اینجا یهویی با یه فرهنگ عاشورا آشنا میشه، با یزیدی آشنا میشه. همین که عرض کردم میگه فرمود مثلی لا یا با مثل یزید، یکی مثل من با یکی مثل اون بیعت نمیکنه، یعنی دنبال میگرده مثل امام حسین بشه و مثل یزیدا رو پیدا کنه باشون بجنگه. اینجا دیگه یهو این آدم میاد توی زمان، تو هر مکانی امام حسین میبینه، تو هر زمانی امام حسین میبینه، یعنی امام حسینش محدود به دهه محرم و حسینیه نیست. تو خیابون داره میبینه، تو خیابون داره میره، همه چی براش روزه است. یه بچه کوچولو 3-4 ساله میره خورد زمین گریه میکنه، یا حداقل گریه نکنه دلش یهو میریزه به هم، یاد روزه حضرت رقیه میفته. یه عزاداری میبینه، اینه یه مادر نشسته روی جنازه یه مثلا چه میدونم پسر مثلا 40 سالش داره گریه میکنه، این هم عشق میریزه. اینجا عشق میریزه، یه قیاس کرده میگه بابا تو رفتی بالا سر یه مرد، آدم مرد بزرگ دیگه 40 ساله، چی کشیدن اون کسایی که بالا سر جوان 18 ساله رفتن، بالا سر بچه 6 ماه رفتن. ببین دیگه این آدم گیر کرده تو محرم؟ نه، یعنی همه یه سال براش محرمه، چون همه این سال براش محرمه دائم داره خوش و وسط صحنه عاشورا میبینه، دائم انگار همین لحظه الان لحظه میبینه دون رفتن خودشه. فلز این اصلا آدم نمیتونی ازش گناه سر بزنه، به ندرت ازش خطا سر میزنه. این آدم شروع میکنه دنبال شناسایی یزیدا، از ظلم بدش میاد، فرهنگ جوان مردی رو اشاعه میده، آرام آرام میگیردش، درست شد؟ این چی شده؟ این دیگه حالا میخواد دستگاه امام حسین رو تسری بده به کل زمان ها و مکان ها. این بخش متاسفانه نمیان ادی. عزیز من اشکی که باید ریخت باید به حال آن مردمی ریخت که امام زمانشون رو کشتن، به حال آن حماقت خریت و جهلی ریخت که نماینده خدا رو کشتن، یعنی اگه میتونستیم خود خدا رو میکشتیم، دستمون بهش نمیرسید. عامل هدایت و سعادت خودشونو کشتن، عامل لذت خودشون هم کشتن، نذاشتن به حکومت برسن که اگه به حکومت میرسیدن
اینا این بدبختی‌ها رو نمی‌کشیدن. این فرهنگ ریستن نداره. فلذا تا انتقام از این فرهنگ و این دستگاهی که ابلیس ساخت که در اون آدم‌ها خودشون منجی خودشون رو می‌کشن، یعنی تا این حد دچار حماقت و جهل و ضلالتن، باید گریست. باید اشک به حال این مردم. و این ماجرا ادامه خواهد داشت. یعنی اگر همین الان هم امام حسین بیاد می‌ذارن می‌کشنش. چون مردم جهل به مقام امامت دارن، جهل نسبت به خودشون دارن، نمیدونن انسان یعنی چی، خودشون رو یه حیوان بیشتر ندیدن، زندگیشون شده مثل یه گوسفند، به دنیا میان، بزرگ میشن، جفتگیری میکنن، زاد و ولد میکنن، میمیرن، هیچ فرقی هم نداره براشون با انسان نخستین، هیچ فرقی ندارن. او بلند میشه صبح میزد بیرون تا شب یه گوز شکار میکرد، یه صبح میزنه بیرون یه پولی در میاره که باش بره گوشت بخره بیاد بده بخوره. هیچی. به سمت حیوان شد، تر شدن هرم میره، هرچی میگه لختر متمدن تر. میگه حالا این فرهنگ، میگه این فرهنگ رو تونست، این فرهنگ بود امام کش، این فرهنگ شمر ساخت، شمر نبود سنان میومده کار میکرد. یک سوال از شما دارم، به نظر شما اگر امام حسین دستی داعش را میفته چیکار میکردن؟ کمتر از شمر انجام میدادن؟ کسی که با شیعه امام حسین این کارو میکنه، دستش به خود امام حسین برسه چیکار میکنه؟ و ببین دستگاه شمر سازی فعال شده، تون تون داره شمر میذاد، داره تولید میکنه، میگه بابا اون دستگاه رو بزن. اون دستگاه رو نمیتونه بزنه به شرطی که خودش هم اینجا بیاد دستگاهی درست کنه. چه آموزش میبینی؟ اصلا مکتب سازی شده اینجا دیگه. وقتی شما میخوای یه مکتبی بسازی، همه چیشو داره. برای که یه چیزی حفظ بشه، براش مناسک به وجود میارن. ببین خدا مناسک گذاشته برای حج، میگه 7 دور بچرخ، نه 6 دور نه 8 دور، 7 بار طی صفا و مروه کن، نه اینقدر نه اونقدر، از این ساعت تا این ساعت بعد این کارو انجام بده. این مناسک و این شعائر دین، و من یعظم شعائر الله، میگه اینا باید عظیم داشته بشه برای حفظ خود دینه. برای همین فرهنگ ابا عبدالله مناسکی به وجود اومد، همین خیمه. این خیمه هایی که زده میشه استعاره از اینه که بیاید آماده بشیم بریم جنگ، یعنی بریم سپاه درست کنیم برای امام زمانمون. همین علمی که جلوی دستای عزاداری میگرفتن، این علم نماد از لشکره، تو کشورهای مختلف هم استفاده میشده. اونی که بلندتره چون جلوتر بوده، شمشیرشون اینجوری میگرفتن میومدن جلو، اون که جلوتر بوده بزرگتر دیده میشد، هشتی شکل میومدن جلو. اونه که عقبتر وای میستادن از دور چی میدی؟ کوچکتر میدی. به خاطر وقتی توی ردیف قرار دادن کوچکتر میدی. لای این شمشیرها رو هم نگاه کنی، کله اسب و اینجور چیزا هم میبینی. نمادی از اون ارتش و اون لشکرکشی بود. میگه آقا بیا این خیمه، بیا آماده بشیم، تجهیز کنیم خودمونو، مجهز بشیم، خب حالا بریم به نبرد. اینم به شما بگم، بخش عشق یادم رفت بگم، این تنها بخشی که تنها مکتب روی زمین داره و هیچ دیگه نداره. هیچ مذهبی دو کره زمین ندارید مثل ما عشق داشته باشه، هیچ. میگه 3 تا قطره است مکاتب رو حفظ میکنه، جوهر، کتابت، مینویسن، دانششون حفظ میکنن، خون از مکتبشون دفاع میکنن. این دوتا رو کسای دیگه هم دارن، هرچند مثل ما بازم ندارن به این عمق و به این حتی کمیت و کیفیت، اما دارن. او داعشی هم داره برای دفاع از مکتب باطل خودش خون میده، اما عشق رو ندارن. این سومین قطره، این اون بخش رهایی بخشه که تو یک وقت خدایی نکرده از باطل دفاع نکنی، دینی از باطل دفاع نکنی، اون میشه اون بخش خطرناک ماجرا دیگه. یه بدی متوجه نیستن. سن آیه 98 صد چند سوره کهف میگه میخوای به شما بگم خسران ترین آدمات اعمالشون کیان؟ همین کسان که توهم اینو دارن که دارن کار درست انجام میدن و برای اون کار بود. اینجا شما رمز از فطرتت فاصله بگیرین. اشکه خب
پس قرار شد یک دستگاه به وجود بیاره این حمله به هیمنه شیطان. پس عاشورا جسارتا حموم نیست. یعنی چی؟ بیای پاک شی دوباره بری دوباره گناه کنی بس پاک شی دوباره بری. نه، امسالت باید با سال قبلت فرق بکنه و اینا ضرر کرد. تو 70 سال بیای هیئت کمترین برداشت از عاشورا کنی که چی بود؟ کفاره لذنوبنا، کفاره گناهمون باشه، بریم گریه کنیم. نه، از قضا باید توی اینجا تو اقامه این آروم آروم شرکت کنی و سعی کنی اون دستگاه به یه دستگاهیه داره رباتای میسازه، رباتا آدما رو میکشن. شما عاقلانه است بری با رباتا به جنگی، بری کارخونه رو تعطیل کنی. خدا میگه بیاد بیایم کارخونه رو تعطیل بکنیم، وگرنه دستگاه فرهنگی اینا بازم از اینا میسازه. درسته ما بهره های وافر خداپرستی و پاکی و چه از اینها میبریم، اما دوباره طرف اگه زمین سازی درست نکنه دوباره محرم تموم میشه، برمیگرده دقیقاً به همون زندگی قبلیش. درسته یا نه؟ باز در محرم میشه، میاد میره تو حموم، خودشو میشوره، دوباره آیین نشد که. این کمترین برداشت. ما اومدیم تجدید بیعت کنیم هر ساله، بیایم قصورمون رو برطرف بکنیم، بیایم هر سالمون عاشورامون باشه، عاشورای سال قبلمون فرق داشته باشه. این دیگه آدم رو به رشته. باید برای مبارزه با تمدن ابلیس آماده بشیم، وگرنه او شمر زیاد تولید میکنه. مثالش هم براتون همین داعشی‌ها زدم. وقتی این اتفاق بیفته، نگاه کن یه مثال براتون، وقتی یه خورده این فرهنگ عزاداری سنتی ما به سمت عزاداری مبارزاتی اومد، نگاه کنید یهویی در اثر وقوع داعش شمرای کوچولوی جدید، دقت بفرمایید، این دستگاه چون الان دیگه مثل قبل نیست 1200 سال کار کرده، به یک باره لشکر شیعه رو رو کرد از افغانستان تا سوریه. درسته یا نه؟ تا قبلش بود؟ مطلقا نه. 1000 سال کار میکردی که تو بتونی از بچه های افغانستانی فاطمیون، پاکستانی زینبیون، ایرانی ها فاتحین انصار، عراقی ها حیدریون یا هشت شعبی، برو تو سوریه، برو تو لبنان حزب الله لبنان، تو سوریه شیعیان سوریه، اینا رو سر خط بکنی، یک ارتش بشه به گستره ارض خاورمیانه، عمرن نمیتونستی. 10 میلیارد دلار خرج میکردی نمیتونستی. یادی نمیم حسین چجوری رو کرد؟ این نتیجه چیه؟ و عمده این بچه هم که رفتن جنگ گردن از کجا رفتن؟ از تو هیئت ها. بچه هیئتی بودن. یه لحظه نگاه کردید بازم شمر تولید شده که، بازم شمر تولید شده که، گفت باید برم یه عاشورای دیگه درست کنم. یکیش محسن حججی، دل تمام مردم ایران که چه عرض کنم کشورهای دیگر هم لرزون. من چند تا ترکیه دیدم باشم صحبت میکردم، دیدم عکس محسن حججی رو تیشرتش، خدا شد. گفتم اینا کجا میشناسی؟ گفتم من میشه نشناسمش. عجیب سر و صدا کردی. یه تصویر شبیه تصویر عاشورا بود. این کار شده روش، کار شده، رسوب کرده، حالا دیگه مستحکم شد، میتونه پاتو بذاری بلند شد. باید عزاداری ما منجر به تغییر سرنوشت جامعه شیعی بشه و تغییر مسیر به سمت مسیر درست، از انحراف به سمت صراط مستقیم حق مداران در دنیا بشه. آدم حق طلب تو دنیا ما کم نداریم، قاطی کردن، مصداقشو نمیتونن پیدا بکنن. حق طلب داره بابت دفاع از حقیقت هزینه میده اما نمیفهمه چی داره میگه، اما تصور داره از اباطیل دفاع میکنه. ببینید چی فرمود آقای ابا عبدالله خطاب به علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام: یا ولدی یا علی، والله لا یسکندمی، به خدا قسم خونم ساکن نمیشه، بدون این خون خواهد جوشی تا اون روز موعود. این خون من ساکن نمیشه، میدونین چی؟
یک بخشی دقت بفهمید، یک بخشی از این صورت ملکی داره ها. میگن زمان که حضرت یحیی رو سر بریدن، میدونی که چند سال بعدش تایتس به اینا حمله کرد، با خاک یکسان کرد این یهودی رو، انقدر از اینا گردن زد. وقتی وارد اونجا شد یه پیرزنی بهش گفتش که میدونی چرا داری این کارو میکنی؟ گفت چرا؟ گفت بیا تا بهت نشون بدم. رفت همون جایی که سر حضرت یحیی رو گذاشته بودن تو تشت برده بودن، دید داره خون میجوشه، گفت انقدر از اینا باید بکشی این خونه آروم شه. یه صورت ملکی هم داره. یعنی شما میدونید که این ویژگی تربت ابا عبدالله که چی؟ از صبح و ظهر عاشورا خون میشه. من خودم به چشم دو مرتبه دیدم، با هیچ کی دیگه کار نداره. یک بخش از این تربت رو گذاشتن تو متحف موزه حرم حضرت عباس، تربت امام حسینو توی شیشه است، پرس روی دیوار، اصلا اونجا جنگ دیگه برای اینکه برن اونو ببینن. از صبح میرن اونجا صف میکشن مردم، از ساعت 9 و 10 صبح شروع میشه قرمز شدن. یک سال ما رفتیم، جا نفس کشیدن نیست، یعنی اینقدر ازدحام جمعیت و فلان. اخیراً که دیگه دیدن اینجوری شده، پخش زنده میرن دیگه. تلویزیون عراق از 8 صبح 9 صبح میره روی این تربت زوم میکنه، شما میبینی هیچ چی بهش بس نیست، هیچ چی همجوری دیگه. آروم آروم همجوری. بعد خیس میشه، نه که قرمز بشه، خیس میشه، اصلا انگار توش آب داره. یکی از این دوستان ما کاشی از حرم خریده بود، آورده بود، این حرمی که داشتن درست میکردن، این سری کاشی قدیمی رو نظری میفروختن به مردم، اون پولش هم کمک به حرمش برداشته آورده دم آشرمای عکسش رو کانالم گذاشتیم. ظهر عاشورا که میشه، سه تا لکه پشت این کاشی قرمز میشه، جوری که دستمال کاغذی میزنی قرمز میشه، دستمال کاغذی خیس میشه. یه بحث ملکی هم دارم که با این اصلا کار ندارم، نمیپردازم. اما صورت ملکوتی که این خون آرام نمیگیره، میدونین چی؟ یعنی ادامه خواهد داشت دیگه، هیچ جوری نمیتونه نور رو خاموش کنه. چون این خون فرمود که گفت روغن آن زیتون نور میدهد تو سوره نور آیه نور، همینه دیگه. حتی تا که یبعث الله المهدی، تا روزی که خدا امام مهدی رو برانگیزاند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فیقتل على دمی من المنافقین الكفرت والفسق 70,000، تا اینکه از کفار و منافقین فاسق 70,000 نفر رو میکشه. حضرت با مردم عادی کار نداره، اون کسایی که به دعوت به حقشون میکنه آدم نمیشن، بعد میره سراغشون میکشه. حالا این آیه قرآن نگاه کنید، سوره اسراء 33، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. این شما حق ندارید شما جون کسی رو که خدا بهش جان داده به ناحق بگیرید. و من قتل مظلومان، اگر کسی مظلوم کشته بشه، فقط جعلنا لولیه سلطانن، خدا برای ولی دمش اجازه قائل شده که چیکار بکنه؟ خونخواهی بکنه. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، بدونید تو قتلم اسراف نمیکنه، به راستی که او پیروز است. این آیه ظاهرش داره فتوا میده برای اینکه اگه یکی کشتن ولی دمش میتونه اجازه قصاص داره، باطن آیه داره به کی اشاره میکنه؟ بله، من یختل و من قتل مظلومه، یعنی امام حسین در روایت داریم. و میفرماد اون کسی که ولی دم ایشونه آقا صاحب الزمانه، انه کان منصورا. زیارت عاشورا چی میخونی؟ مع امام منصور. حالا این آدم فقط به خونخواهی امام حسین فکر میکنه، کسی که اینجا بار اومده. حالا شمر که چیکارش کنیم؟ شمر کجا بیاریم بکشیمش؟ نه، فرهنگ شمر سازو بکش و مواظب باش اون فرهنگ رو تو اثر نذاره. چه صفاتش از جانباز جنگ صفین شمر ساخت؟ نکنه اون صفات در منم هست. مال دنیا عمر سعد جلو همبازی دوران کودکیش قرار داد، حداقل اینجوری نگاه کن، نکنه مال دنیا هم از من اینو بسازه. حب فرزند زبیر رو جلوی امیرالمومنین قرار داد، نکنه حب فرزندم با من این کارو بکنه. نکرد تو همین انقلاب اسلامی خودم با افراد زیادی؟ تعارف نداریم. فلذا
اگر شما اکتفا بکنی به عزای امام حسین در همین حد بریم چهار تا گریه کنیم، چهارش اش بریزیم، سینه بزنیم، بیان بیرون، این توهین به امام حسینه. این شبیه یه خرد فرهنگ مثل چه میدونم مناسک بودایی ها یا مسیحی هم تو کلیساشون جمع میشن یه کارایی میکنن. این شأن عزای امام حسینه که بیاد مثلا در حد بودایی ها شناخته بشه؟ من خیلی وقت تو این حرمای اهل بیت میرم، اینا می توریستا رو آوردن اونجا رو نشون میدن، اینقدر ناراحتم از این که بابا اینا رو برشتی آوردی، این توجیه اینجا کجاست؟ یا همینجوری که ما رفته بودیم مثلا چین، رفتیم معبد بودایی ها دیدیم، اون اومده مثلا معابد ما رو ببینه، توجیهش کرده، یه بروشور دست این میدی، اون مترجمی که برنامه داره از اون میره کاخ سعدآباد نشون میده، از اون میده امام صالح نشون میده، این میفهمه دلیل رجوع مردم به این آقا برای چیه؟ مترجم توجیه؟ ببین این میشه که تو برای معرفی امام حسین باید دستگاه بسازی، تو این دستگاه باید نظام سوالات، مشکلات، کارشناسان، همه چی تو درست بکنی، بگی یک بخشی از این من میخوام معرفی اهل بیت، برای این من باید چند تا زبان مردمم بدونن، آدمهایی باید دوره‌های خاص برن ببینن، اما شیطان داره این کارو میکنه، شیطان تمام این نظاماتشو برداشته ساخته برای اینکه پیامشو برسونه به شما، به هر زبانی هستی تو دنیا برای تو آماده کرده، به هر وسیله‌ای که بتونه پیامشو داره برای شما میرسونه، بر مبنای علاقه تو و علایق تو داره پک فرهنگی آماده میکنه. الان شما همین جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید، بیش از 160-170 تا شبکه فارسی رو مملکت ما داره برنامه پخش میکنه. مستند دوست داشته باشی مستند داره، سریال دوست داشته باشی داره، بحث سیاسی دوست داشته باشی داره، تا بچه کوچیکی تو ول نکرده پیشن تو زنونم چی و چی و اینا زده، بحث مذهبی دوست داشته باشی و شیخ حسن اللهیاری و شبکه سلام و نمیدونم چی اینا رو درست کرد، سنی شبکه کلمه وصال نور حق چی اینا، شیعه برای این طرفیا، چی میخوای؟ بر مبنای کدام زائقه بهت پک فرهنگی بدم؟ همه رو آماده کرد. بعد تو این طرف چیکار کردی؟ هیچی. نشستم تو مسجد خودم برای آموزه سینه زدم، ایشالا جهانی شه. میگه نشد که. پس نقش من و تو چی میشه این وسط؟ اگه قرار باشه اون آقا خودش زور کنه، پس چرا ما منتظر باشیم؟ پس چرا انتظار افضل اعماله؟ اون که قرار خودش زور کنه، ما بشیم چه لم بدیم بخوابیم دیگه. و تو باید یه کاری بکنی اخوی. میگه افضل اعمال، افضل اعمال انتظار فرد. عمله، افضل اعمال یعنی از جنس عمله، از جنس اکت، از جنس کنش. انتظار عمل است، بی عملی نیست. چیکار کرد بر زور آمازم؟ آقا بیا میخوام اینم نگی خسته نشی یه وقت، کسی که دعا میکنه به سمت کنش میره، اصلا دعا به شما یاد میده چه کنش هایی داشته باشید، اللهم اشف کل جا، اللهم اکس کل اوریان، اللهم مغز دین کل چی شو، تو چی کاره ای؟ خدا گشنه ها رو سیر کن. این مثل کار کردن برره یا میشه که نشسته بودن بقیل چشاش رو نخدا رو پرورش میدادن. میگه اللهم مکس و کلا اوریان، اما دستت هم میرسه یه پیرهن میدی به این نفر، یه پول صدقه تو جمع میکنی میندازی تو کمیته امداد بره یه فقیری رو بپوشونه، میگه اللهم اشف کلا جا، اما خودت هم یه گرسنه رو سیر میکنی، همین صدقاتی که ما میدیم میره همین چیزا میشه دیگه. یا نه میگه آقا وکس رو دعا به تعجیل فرج برای دعا انقدر زیاد برای فرج من زیاد دور کن فرج خودتونه، بله زیاد دعا میکنه، اما این دعا در واقع داره بهتون میفهم خدای زور آموزم از خود لام اصب، تو چی کاره ای؟ نمیخوای تکونی بخوری چی بعد چه کاری بعد انجام بدی؟ روایت ما میفهمه یکی از اصلی ترین دلایل غیبت امام زمان یخاف القتله، ترس از کشته شدن حضرت وجود داره، که یه جایی مثل کربلا باز قریب گیرش نیاره. شیعه غیرتمند غیرت اینو داره امام زمان رو تنو گیر بیارن، همین داعشه دستش امام زمان رسید چیکار میکنن؟ زبونم لال، میگه انقدر قوی شو که نتونن به امام زمان دست بزنن. حالا من که قوی بشم باید برنامه داشته باشی یا نه؟ باید آدم پرورش داشته باشی یا نه؟ ما 40 ساله
هر کی میاد رئیس جمهورشه میزنیم تو سرمون. غیر اینه هر کی رئیس جمهور رفت موقع رفتن یه گازی گرفته نظامو، یه لغتی زده به نظام. چرا؟ چون بعد چی میشه؟ چه سازوکاری داریم که رئیس جمهورشه؟ هیچ سازوکاری نداریم، همینج یقه میزنه بیرون. چه سازوکاری داریم برای اینکه نفر رئیس جمهور بشه؟ کدام مدارس حکمرانی رو ما درست کردیم که بگیم آدم نخبه رو شناسایی کردیم، با مبانی فکری و فرهنگی و اقتصادی و چه و چه این انقلاب آشناشون کردیم؟ ما 5000 تا مدیر کل توی این مملکت داریم، 5000 تا مدیر کل فقط ها، 3-4 میلیون کارمند داریم توی این مملکت. اینا مبانی فکری انقلاب میشه که برای این انقلاب کار کنن؟ نه، خیلی واضحه. شورای شهر فلان شهر منتخب اون مردم شده، سازوکار درستی وجود نداشته، داره توهین به امام حسین داره میکنه. نماینده مجلس توی مملکت یه روزگاری برگشت گفتش که ما اگه دستون برسه ما امام حسین هم استیضاح میکنیم. شما نمیخوا، شما هم چهار تا وزیر استیضاح کن نوش جونه شما. میفهمی یعنی وقاحت باید به کجا برسه؟ آدم به مرحله برسه که یک مسئول همچین حرفی رو بزنه؟ بله عرض کردم ما تو چلچلگی انقلاب تازه بنویسی. آها آقا ما باید ساختارها رو درست کنیم. با افراد که نمیشه فقط کارو پیش برد، اون فرد بر میگرده. آدمه زبر چپ نکرد، زبر منا اهل البیت نزدیک بوده به شاه، ما زاله یعنی نزدیک بود، یعنی مثل سلمان بشه. چپ کرد یا نکرد؟ آدمه. یک کاری باید بکنی این ساختار به آدمها وابستگی نداشته باشه. باید مثل این قطارهای مترو باشه، یه نفر که میشینه فقط دکمه بزنه همین. حالا تهش دیگه بخواد خیلی دخالت شخصی بکنه یه دقیقه دیر برسه به سر ایستگاه، بیشتر هم نه، اونم اینقدر دوربین و نظارت اینا روش باشه که نتونه. تفاوت این راننده با اون راننده میشه که میخواد تونتر برم جوونا برسن، اون یکی بگه یه خورده آروم‌تر میرم پیرمردا اذیت نشن. فرقشون تو همینا باشه، تو جزئیات همینا. حالا رئیس جمهور آمریکا عوض میشن، شما تغییر سیاست در مورد اسرائیل میبینی، در مورد صهیونیسم جهانی میبینی، چمونه چپ و راستشون استران دموکرات جمهوری خواهشون عوض میشن. اما تو مملکت ما مسئولیت کشور ما مثل راننده 10 تن شدنه، کسی قلقش دست خودته. یکی میاد میشینه نیم ساعت استارت میزنیم تو روشن کنه، اون یکی تخته گاز میره ترمز بریده زده 10 تا خونه رو خراب کرده. پس تو این سازوکار رو به وجود نیاری نمیشه عزیزم، نمیتونی با جبهه کفر بری به جنگی. با آدم ها شروع میشه، اما این آدم ها قاعده سازی میکنن، قواعد میسازن، قاعده مند میکنن ماجرا رو، بعد اون موقع آروم آروم کار پیش میره. الان اختیارات یک کشور ثروتمند به لحاظ منابع، به لحاظ نیروی انسانی در اختیار شیعه قرار گرفته. نسبت این با فرهنگ امام حسین چیه؟ با به خدا این حرفا راهگشاست. بعد این حرفا زده میشد تو این 40 سال. بعد ما الان یه حرکت شما، آقا شما این آیه رو گوش کن. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتن. آقا فکر کردن مردم همین که گفتن ما ایمان آوردیم، مردم حساب کردن دوام زدن بگن همین که بگن آره ما ایمان آوردیم یقولون آمنا بی خیالشو میشیم، دچار فتنه نمیشن، پوستتون رو میکنیم، صبر کنیم، امتحان باید بدید. حضرت موسی بلند شد رفت به میقات بره تورات رو بیاره، برگشت دیدن گوساله میفرستن. خدای چی شد؟ نافتن ناقومک، ما قومتو دوچار فتنه کردیم، این بعد آزمایش پس بده. حالا اینجا گوش کنید، خیلی دقت کنید، آیه جالبیه، بزرگش کنم اشتباه نخونه. وقت اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتین، یا نمیده اینا سالی یه بار یا دو بار دوچار آزمایش و فتنه قرار میگیرن؟ آیا شنده بودی؟ کاری نداری با قرآن، برای چی بشنوی؟ همون سوره حمد بسته از قرآن، چی کار داری با قرآن؟ پیغمبرم برای خودش نعوذ بالله گفت من همینو، ما ارثم اینو و اهل بیتم، چی کار داری با قرآن بخونی؟
آیه قرآنه میگه سالی یه بار یا دوبار آزمایش حساب شده دارید، سالی یک یا دوبار، مره او مرتن ثم لا یتوبونه ولا هم یذکرون. اگر اینا به معنی امتحان شدن ها و فتنه های فردی بود، ما که هر روز داریم امتحان میشیم. این همه حلال و حرام که هر روز بهش سر کله داریم، همینو امتحان. پس این به چیز دیگه داره اشاره میکنه. مفسرین میگن به امتحانات اجتماعی اشاره میکنه. میگه سالی یه بار یا دو بار شما ایرانی ها امتحانات اجتماعی دارید. امتحاناتون چی میشه؟ همین چیزا که پیش میاد. یه بخش بخش جهاده، یه بخش جهاد قتال نظامی، یه بخش میشه اقتصادی، یه بخش میشه فرهنگی، یه بخش میشه فلان فاسد و ببینید مردم در مورد چطور برخورد میکنن. یه موقع میشه همین انتخاباتی که دارید، به چه جریانهای فکری رأی میدید. یه فکر ولتون میکنم، پوستتون کنده است. بگید تو کدوم سوره میه؟ سوره توبه. مثلا خود سوره موضوعیت داره. حالا اینجا سوال پیش میاد، جایگاه عزاداری امام حسین برای عبور از این فتنه ها چیه؟ چطور میتونیم ازش بهره ببریم؟ چطور میتونیم به واسطه امام حسین از مگه نگفتیم شبهای قبل که امام حسین کهف حسینه، اون پناهگاهی که باید بهش پناه، چطور جامعه رو پناه بدیم تو این جنگ فرهنگی نابود نشه؟ چطور سواد مردم رو ببریم بالا هر چیزی دیدن و شنیدن باور نکنن؟ چون مردم کوفه دیدن و شنیدن و باور کردن. زمانی که مسلم با 4000 نفر ریختن دور کاخ ابن زیاد و گرفتن، هانی ابن عروه اون تو بود، میگن تعداد آدمای ابن زیاد تو کاخ فقط 50 نفر بودن. این اگه یکی یه سنگ زده بودن ورق تاریخ برمیگشت. ابن زیاد سقوط میکرد، اون بخش 50-50 کوفه، اون دو دلها میومدن سمت امام حسین، امام حسین سمت مسلم، مسلم حکومت رو تشکیل میداد تا کی کوفه رو فتح میکرد، تا امام حسین برسه، تموم بود، ورق برمیگشت. میدونی که تو پیشگویان بود، میگفت اون کسی که بعد از علی و حسن میاد بو منجیه، که این هم در مورد امام زمان صدق میکنه، آقا امام هادی علی ابن محمد و امام حسن حسن ابن علی، و هم در مورد کی؟ امام حسین. چی شد؟ به جنگ فرهنگی باختن. 10-15 نفر آدم اومدن لا اینا ولوله کردن، جنگ رسانه کردن. آقا لشکر شام داره میاد، آقا بیچاره میشید، هم ابن زیاد بیاد حاکم بشه، پول عشیره تو رو قطع میکنه. اینا دو دل شدن، شروع کردن غرغر کردن. از دور مسلم چی شدن؟ تموش. حالا جامعه شیعه رو آماده کردی با یک کلیپ موتورش پیاد نشه؟ جامعه شیعه رو آمادش کردی که هر بار باز میخواد حواس مردم جمع بشه که مطالبات درسته اقتصادی بکنن، یه دختر رقاصی علم نکنن، باز یه جونم ورزشگاه رفتن دخترها رو علم نکنن، باز یه کلیپ یه جا در نیاد، یه سلبریتی یه چیزی نگه، اون یکی یه کاری نکنه. آماده شده اینا رو میفهمی؟ کی باید اینا به مردم بفهمونه؟ این اگه عزاداری عزاداری درستی باشه، میگه چرا مولای من نرسید به کربلا؟ عواملش چی بود؟ چی شد بابا اون 18,000 تا نامه کجا رفتن؟ اون 18,000 تا امضا کجا رفتن؟ بعد بعضی از اون هر کدوم نماینده یک جریان بودن. شیخ یه عشیره بود امضا کرده بود، 1,000 نفر آدم پشتش بود، 50 نفر آدم پشتش بود، جمعیت زیادی یعنی خواسته بودن. کجا رفتن و چه بلای سرشون؟ کالبوت چکافی شد؟ سخنرانامون اومدن بگن؟ مدامون اومدن از اینها بخونن؟ این میشون عزاداری که مفیده؟ یا نه هر بار ما باید بیایم بشینیم از یک زاویه جدید سربردن و موسیقی تعریف کنیم؟ که عرض کردم دیشب اون بحث احساسات مفصل صحبت کردم، از ارزش و قرب و اینام گفتم. این میشه عزیز من عبور از این موانع و امتحانات اجتماعی خدا بسیار سخته. به شما بگم، چون میخوان جامعه آماده پذیرش حکومت الهی بشه، خیلی سخته.
این سختی وقتی عبور میکنی جایزه های سنگین هم داره. ببین وقتی شکست میخوری تو دهنی های محکمی هم داره، مثل اشتباه یه نفر نیست. بعد خدا کل اون جامعه رو ادب میکنه. به شما بگم، نه اینکه این 10 نفر خوب بودن و 50 نفر بد بودن همش، نه، تو پذیرفتی قواعد بازی اجتماعی رو دیگه. تو بهترین بازیکن میدون باش، افتادی توی تیمی که 10 نفر دیگه گیج و منگن میبازی و حذفی تو. آها لیاقت من بازیکن خوب بودیم بیرفتم تو فینال توی یکی این تیما بازی میکردم، نه، در مجموع تیما از تیم شما بهتر بازی کردن، ولو تک تک اون بازیکن ها بازیشون از بازی تو بهتر نباش. قوم سبا خدا وقتی عذاب فرستاد سراغ کیا فرستاد؟ سیل اومد میگفت خب خونه اینو خراب کن، خونه یکی خراب نکن. لایی میکشی؟ همه رو شست و برد. گفتن چرا؟ گفت لالمونی گرفته بودن اونا در مقابل تغییر جامعه. اگر اون جا اگر تو با دوچار اصلا کربلا اومده به تو میگه تو بی تفاوت نباش، تذکر بده به جامعه. اگر توی جامعه صبح تا شب شنیدن خبرهای مفاسد اقتصادی عادی شد، فساد علنی تو خیابون عادی شد، وقتی تو کلیپا توی تلگرام توی اینستاگرام تو کجا برات فیلم فرستادن آقا یه زنی داره لخت مادرزاد تو خیابون را میره، مردم دارن ازش فیلم میگیرن، بعد دیگه کسی نسبت به مثلا 10 درجه پایین تر یا 20 درجه پایین تر از اون حساس میشه دیگه، سطح توقعاتش فرق کرده، خاکریز اومده عقبتر زده شده دیگه. مثلا امام حسین میگه همه لال شده بودن تو اون جامعه، من حسین ابن علی با 70 نفر قد علم کردیم که بگیم نباید سکوت کرد. اینا هم از کربلا میشه آموخت. این میشه بس کربلا. آره اصلا کربلا کسی که جیگر نمی کنه، اگه فرهنگ کربلا پیاده بشه کسی جیگر نمی کنه خطا کنه، چون همه دنبال یزید میگردن، همه ملت دنبال عمر صد میگردن. یه خورده بوی عمر صد بدی پدرتو در آوردن، اصلا نمیتونی به سمت مسائل اقتصادی اون شکلی بری، پدرتو در میاره جامعه. چشم مردمه، نه چشم مثلا سازمان بازرسی اطلاعات نیروی انتظامی اینا هم کجا، نه چشم مردمه، هر روز دارن رصدت میکنن. وقتی جامعه بی تفاوت نسبت به اینکه مسئولین مملکت همشون اتوبان همت به بالا زندگی بکنن، بی تفاوت شده. وقتی فضا در جامعه جوری شد که تو عزای ابا عبدالله آی کاش آمدن میمرد این روزا رو نمیدید، یه جا شیشه ای درست کنید دی برن پشت آکواریوم بشینن مردم رو نگاه کنن، که تو فرق داری؟ این عزادار امام حسین اینجا ممکن تو گازت بگیره لابد رفتی پشت شیشه قایم شدی. ها من نبودم اینو شیشه رو میشکندم. مثلا تو اومدی تو اعضای امام حسین یاد بگیره همه اینا همان برادر من، برو 40 نماینده مجلسی دکتری کارگری هر کی هست همه خیاری بغل هم تو موکب میخوابن، ایش کی به همم یه غذا بهشون میدن از این عین رستاخیزه، همه شکل هم شدن. اصلا چه بسا فلسفه مشکی تن کردن همینه، بگه رنگ و لاباتون عوض کنید آقا همه تون شکل همشید، حق نداری به کسی گیر بدی، اون که داره میاد تو اون مهمون ابا عبدالله، هیچ تضمینی هم وجود نداره تو از اون بالاتر باشی. ببین پس دارم آروم آروم همدن برات مثال میزنم که ببینی آره فرهنگ عزاداری امام حسین هیچ چیزی مثل اون نمیتونه جلوی تو. ببین یه مثال برای شما میزنم، الان تو کشور ما حجاب اجباریه، قانونیه، در عراق نیست. جرأت دارین تیپی که تو تهران میزنی برو تو کربلا و نجف بزن؟ میتونی؟ خود دختره عراقی میان ایران تیپ خوباشون رو میزنن برای این بر، اونجا نمیزنن. چرا؟ جرأت نداری.
قانون باید برخورد میکنه. نه خیر، 10 قدم راه بری وقتی 500 تا فوش شنیدی میفهمی که باید جمع کنه خود. یه جا من دیدم یه تابلوی زده بودن تو کربلا بود، نجف بود یادم نیست کنم کربلا بود، یه تابلوی زده بودن در مورد حجاب توضیح داده بود، نوشتن این حجاب درست است، اینجوری نباشید. اونی که گفته بود اینجوری نباشید اون چیزی بود که ما آرزو میکردیم اینجا باشه، عکس کشیده بود خدا شاهده. این خودداری اجتماعی به وجود میره. عبور از این فقط انگیزه های دینی قوی میخواد. امتحانات اجتماعی امتحانات سختیه. فقط انگیزه ها و اراده های راسخ میخواد که جایی که این اراده ها راسخ میشه و محکم میشه کربلاست. به قول مرحوم آیت الله بهجت میفهمون نگید دارم میرم هیئت، بگید دارم میرم کربلا. مثلا تو اینجا می کربلا، اینجا می حرم امام حسین، خیمه امام حسین یعنی حرم امام حسین، اونجا که یاد ابا عبدالله از اونجا حرم ابا عبدالله. اینجا میه همه قواعد میذاری که کفشتو میندازی بیرون، میای تو اینجا میشینی آقا من اومدم سر کلاس درس نشستم، رام بندازید. وقتی ما نکته آخرم برای میشم کافی به وقتی ما امر معروف نهی از منکر فطری و حسینی رو گذاشتیم کنار، مجبوریم خلأش رو با چی پر کنیم؟ وقتی انگیزه دینی گذاشتی کنار مجبوری با انگیزه های غربی پر کنیم. وقتی امر معروف نهی از منکر مردم انجام ندن مجبوری برای امر معروف نهی از منکر چیکار کنی؟ جایزه بذاری. اما تو غرب اینجوریه دیگه، میگه هر کسی فسادی رو لو بده بهش جایزه میدیم. چرا؟ چون مبنای فرهنگ اونا چیه؟ پول. همه چی با پول میسنجن. ساز و کارش هم یه جوری میدیم میچینه که بیاد با پول کارش پیش بره. همین قانون ویسل بلوئر که ما الان آرزو میکنیم تو مملکت خودمون اجرا شه، مبناش مبنای پوله دیگه. میگه بیا یه فسادی رو لو بده، هر چقدر جریمه شد 10% مال تو. زه چی شد؟ مجبوری از اون. و تو اون انگیزه ها هر بار تو داری اون کار انجام میداری چیکار میکنی؟ سیکلت اهمیت پول رو مورد توجه قرار میدی و این چرخه رو بلدش میکنی. این سوال پیش میاد اگه یه نفر پیدا کرد تو 10% داد اومد 20% داد چی؟ بیا لو نده، لو نمیدادی. اما تو این فرهنگ چی یاد میگیری؟ اون خیلی خوبه ها، من در به در دنبالم قانون اجراش بهتون بگم. خب اینه که در به در دنبالم که بانکامون مثل بانکامون وسود بگیرن. این میشه ما تو زمین اونها بازی میکنیم. پس زمانی که فهم، وجدان و ناخودآگاه و فطرت باطن اون چیزی که دارید تبدیل به نظام قوانین و استدلالها نشود، یعنی نتونی استدلالشو بیاری، استدلال عقلیشو بیاری، عقلیشو بیاری براش سازوکار درست نکنی، افرادی که قدرت استدلال دارن میان با استدلالهای غلط خودشون تأویل میکنن، تغییر میدن اون مفهوم درستو. این میشه که رهبر مملکت من و شما تمام مسئولین نظام از شورای نگهبان گرفته تا نماینده مجلس جمع کنیم که آقا هویت انقلابی در خطر است. هویت انقلابی به خطر افتاد که دیگه زبیر اون زبیر نبود دیگه. زبیر پولکی شده وقتی مردن 50 خورده میلیون درهم فقط پول نقد ازش موند. درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا. 50 میلیون درهم یعنی 5 میلیون دینار، هر 10 درهم یه دینار بود. اشتباه نکنم اینطوره. 56 میلیون اشتباه نکنم. 5,600,000 سکه طلا داشت. 5 میلیون، یعنی یکی گرفتن 2 میلیون سکه خریده بوده. 5 میلیون سکه رفته بود، داشت نقد داشت فقط. طلحه وقتی مرد طلاهاش ورقای طلا بود، میذاشتن رو تنهای درخت با تبر میشکنن. اونا که با تبر شکنن دستاشون تاول زد. طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری رو بخونید که منبع مستند اهل سنت دیگه. بعد قرآن میگن کتاب ما. آره زبیر یه چیزی مونده نزدیک ما اهل بیت بشه ممکنه سقوط کنه، اما ماها نه. ما خب تخم دو زرده میذاریم برای خدا. ما فرق داریم. زبیری که وصی حضرت زهرا بود نزدیک بود بشه.
حضرت زهرا به امیرالمومنین فرمود برای من تابوت شبیه تابوت یمنی ها بساز. یمنی ها ایرانی بودن، تابوت های دیوار دار داشتن، تابوت های عربی مثل برانکار بود. شبیه او برای من تابوت بساز. اگر وقت نمی کنی بگم پسر عمم زبیر بسازا. فامیل حضرت زهرا تو اون خونه تنها کسی که شمشیر میکشه وقتی حمله میکنه به خونه حضرت زهرا زبیره. این زبیر میشه، این پول این زبیر رو چپه میکنه. آقا آیان دکتر و مهندس های ما و سردارا و آیت الله های ما و سخنران ها و مده های ما و اینا رو امکان نداره چپه کنه، فقط برای ما بالاتر از اوناییم. ما خود خداییم اومدیم رو زمین. این عین قریب به مضمون صحبت رهبر انقلابه که برید ببینید چی شد. انقلاب رسول الله کشید به سال 61 هجری، به ما هم چک سفید امضا ندادن. درست عمل نکنیم بدترش سر ما میاد. این مجلس مجلس تذکر. تعجیل الفرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله خداوند ما را از مسببان اصلی در ظهورشون قرار بده، انشالله ما را عزادار واقعی امام حسین قرار بده، انشالله تو این مجالس مرضهای قلبی و فکریمون به همراه امراض جسمانیمون درمان بشه. صلواتی نت بفرمایید.